عالی فضای مجازی، هدف از این شورا چیه؟ اشراف بر فضای مجازی؟ همونطوری که ما میدونیم خیلی از سران درون این شورا هستن. خب اکنون شاهد هستیم بدون توجه به زیرساخت‌های موجود، علل خصوص بحث پیام رسانه‌هامون، که پیام رسانه‌های داخلی به شدت ضعیف ظاهر شدن، فضای مجازی و همچنین اینترنت برای مردم بسیار محدود شده. آیا درسته که میگن فقط دو پیام رسان محدود شده؟ آیا در حقیقت اینجوریه؟ وضعیت پهنایوان مثل گذشته است؟ که واقعا اینجوری نیست. اشتغال گروه زیادی از جناب بهتر عنوان کنیم از بین رفته. و اما پاسخ مسئولین نسبت به این موضوع و خسارت چیه؟ پاسخ وزیر محترم نسبت به این قضیه چی بود؟ چه کسی در قبال این موضوع مسئوله؟ مسئولین در فضای مجازی در بستر پلتفرم‌های خارجی اعتراض خود را نسبت به فعالیت‌های برون مرزی میان به گوش جامعه جهانی می‌رسونند. ولی این بسترها برای مردم عادی فیلتر شده. مگه مسئولین و سیستم در خدمت این مردم نیستند؟ طبق آمارها خیلی عظیمی از مردم به استفاده از فیلتر شکن‌ها روی آوردن. آیا مسئولین شاهد این ماجرا نیستند؟ آیا دچار خود تحریمی شدیم؟ چه کسی از این موضوع سود می‌بره؟ در کدوم پلتفرم، در کدوم بخش از جامعه می‌تونیم آزادانه اعتراض کنیم؟ روزانه چند نفر مثل بنده فرصت صحبت در برابر مسئولین عالی رتبه‌ای همچون شما رو دارن؟ سومین مسئله، بحث کاهش بودجه وزارت علوم در بخش رفاه دانشجویی و اتخاذ سیاست‌های دوگانه توسط وزارت علوم در این بخش. تبعیض در اختصاص اعتبارات رو می‌بینیم. بر اساس اعلام مسئولین در بحث هدفمندی یارانه‌ها به دانشگاه بیژن تنها 9 میلیارد تومان اختصاص یافته.